خب سوال روی نرم افزارها سوال دارید که مثلا همه مثلا ایبلتون کار میکنید یا مثلا با دی ای دبلیو خاصی انتخاب کردین برنامه رو قطعا یا هنوز مثلا میخواید ببینید چی بهتره؟ من روی اونا مثلا یه مقدار تفاوتاشو بگم یا بیشتر سوالایی که هست در مورد مشکلات الان کجاست؟ من یه سوال دیگه بله مثلا از تو همین سایت یه سری صدا واسه سایلنس خب میگیریم چجوری باید به سایلنس بشناسیم اون صدا رو؟ پریست منظورتون دیگه پریست میگیریم برای سینتاتون دیگه. توی تمام پلاگین ها شما یه قسمت یه منو دارید یا یه قسمت سایلنس وسطشه، یه قسمت منو لود پریست داره و یه دونه لود بنک داره. شما ببین اون مجموعه که گرفتید مثلا بنک اگر باشه، بنک رو که لود میکنی مثلا 200 تا صدا توشه که میتونی، نه اونا باید یک پوشه مشخصی باشن، اونا رو کاری نداریم. فایلی داره تحت عنوان FXP که میشه مثلا FXP میشه پریست هاش و XFXB که میشه بنکش. اگه FXB باید لود بنک رو بزنی بعد بازش کنی، هم برای سایلنس این شاملش میشه هم سروم و یه سری سینت های شبیه این. یعنی کاری به محتوایی که ویو توشه ندارید. خب اون تو پریست لود میشه، خودش میاد توی اون مجموعه که لود کردی. و اگر بنک باشه که مثلا میبینید شما 200 تا صدا لود میشه، میتونی مثلا با اون فلش سمت راست و چپ سویچ کنی، مثلا بیس توش داره، لید داره، نمیدونم پلاک داره، به این صورته. کاری نداره تو منو لود، حالا بنک یا پریست. در مورد چیدمان لاین توضیح تو چی داستانی؟ تو کدوم مرحله؟ چیدمان یعنی منظورتون چیه؟ مهم هستش که کیکمو مثلا لاین یک بخوام بذاریم، نه این سلیقه‌ایه. درسته. بله این سلیقه‌ای هست که من به میکس کار ندارم. تو مرحله پروداکشن شما به عنوان تنظیم کننده یک پرودیوسر مثلا بستگی داره موسیقیتون از کجا شکل گرفته. فرض کنید یه نفر نوازنده گیتار مثلا کورد پروگرشن یه سری آکورد میگیره، ایده میاد اینو ریکورد میکنه، بعد روش ریکورد مثلا وکال داره، بیت میچینه، این مراحل همجوری داره شکل میگیره. یعنی واقعا نمیشه گفت یه پروژه اول مثلا با بیت شروع میشه یا اول با ملودی. باید ببینی اون لحظه چی اومده، رو چه ساعت. اگر کار تنظیم باشه مثلا یک خواننده به شما پروژه میده تنظیم کنید، خب معمولا اینه که اون نمونه رو براتون اومده حالا روی مترونوم، معمولا حالا با یه سازی میخونه که شما یه فایل خام ازش دارید که بیایید حالا براش یه فرم موزیکی طراحی کنید تو الکترونیک و بگید که من اینو میخوام اینجوری تنظیم کنم، این ورس 1، این 2، این کورس بریج، و بعد این تیکا رو قرار بدید تا بیاد روزی مثلا اون اصل رو برای شما اونجا اجرا کنه. پس توی این مرحله واقعا مشخص نیست، یعنی نمیشه گفت. بعدا میتونید مثلا اواسط پروژهتون مثلا بگید خب بذار من مثلا کوبه ای ها رو بالا بچینم بعد برم سراغ، مگر اینکه شما چند سال داری کار میکنی اصلا یک تمپلیت درست کردید. حالا مثلا درست کردن تمپلیت تو ایبلتون هم ساده است. فرض کنید اینجا ما مثلا یه استاندارد همیشگی هم از نظر تعداد ترک ها، حالا ترکی میتونه کم و زیاد بشه، هم از نظر رنگ بندی که من پیشنهاد میدم همه تمپلیت برای خودشون داشته باشن. چون شما مثلا بعد از اینکه یه پروژه رو میسازید دو سال بعد میخوای برگردی یک مثلا ریمیکس بزنی ازش یا یک ری ارنجی باشه، وقتی که بدونید کلن ترک هایی که مثلا رنگشون قهوه‌ایه، بیسه، کلن آبیا مثلا پد سبز، وکاله، چشمی خیلی راحت میتونید با پروژه ارتباط بگیرید حتی اگه دو سه سال گذشته باشه. حالا مثلا طریقه درست کردن تمپلیت فرض کنید به این صورته که حالا من یه سری ترک ها رو بیشتر کنم اینجا، چند تا آدیو، چند تا میدی، بعد مثلا خب یک استانداردی که معمولا خیلی جنرال اگر بخوایم بگیم کوبه ای ها رو، یا مثلا فرض کنید اگر لایه به لایه دارید مثلا کیک جداست، اسنیر جداست، نمیگم یه مجموعه درامز رو آوردید، اینا مثلا من فرض کنید اینجوری فکر میکنیم، انقدر سلیقه متنوع است و همه هم درسته، یعنی اصلا هیچ غلط و درستی تو این قضیه نداریم. مثلا این مجموعه فرض کنید میشه درامز، اینا رو میبریم توی یه گروپ،
و رینیم میکنیم. هر جا سوال بود مثلا شورتکات گروپ کنترل جی، وقتی که سه تا ترک رو الان برای بعدی میسازم میگم دوباره، شما مجموعه ترک ها رو سلکت میکنید و مثلا این ستای بعدی رو مثلا میذاریم فرض کنید لید، بعدیش مثلا میتونه کیز باشه، کیبورد، و حالا مثلا آرپژیاتور، حالا حتی روی رنگ هاشون هم مثلا میشه ما این مجموعه رو توی حدود رنگی در نظر بگیریم. این ستا رو با هم سلکت میکنیم دیگه. سلکت کردن اینه که اولی رو که میزنی شیفت رو نگه میداریم روی بعدی، و اینجا کنترل جی میتونه برای شما اون ستا رو ببره توی گروپ قرار بده، و این هم مثلا فرض کنیم میشه کلا ملودی، بخش ملودی شما. و حالا مثلا این ستا هم بعدن شاید بشه بیس، و اینم رنگش، این هم مثلا مجموعه افیکس شما میشه. این هم میبریم تو گروه. وقتی یک همچین پروژه رو درست میکنید مثلا حتی دقیق تر مثلا ساز میچینی توش، یا یک استانداردی بعد از یکی دو سال میشه رسید، حتی اینکه مثلا همیشه میدونید من برای مثلا درامز هم مثلا درام رک میخوام، نمیدونم برای بیس ممکنه از کانتکت مثلا بانک مثلا مشخصی استفاده کنم. اینا رو میتونید همه رو بچینیم، حتی افکت ها چیده بشه، مثلا یه لیمیتر همیشه تو مستر باشه، اینو عادت کنید تو هر مرحله یه لیمیتر همیشه باشه این. و بعد میریم توی پریفرنس ایبلتون آپشنز، پریفرنسی که وجود داره اینجا تو قسمت فایلش نوشته سیف کارنت ست از دیفالت، یعنی شما اینو که میزنی الان سیف شد و از این به بعد مثلا من ایبلتون رو ببندم یا کنترل نیو پروژکت بزنم کنترل ان، از نو که میاد دیگه هم توی مثلا ارنج ویو دیگه این طرف نیست و این پروژه میشه دیفالت ما. دیگه هر موقع الان ایبلتون بیاد بالا همین میاد باشه. به این صورت. خب ببینید اونو که تو مستر که باشه، دلیلش هم اینه که به هر حال یه جور محدود کننده است، محافظت میکنه، اگر حالا گین از یه حدی رفت بالا جلوگیری میکنه از کلیپ. و اگر بحث ساوند دیزاین رو مطرح کنیم، شما ممکن سینتو که نمیشناسید دو تا پارامتر رو تغییر میدید، یهو ممکن نتیجهش صدای خیلی بلندی باشه، یه هارمونیکای تولید کنه فرکانس بالا، آزاردهنده، گوشخراش. لیمیتر دیگه در یه حدی دیگه نمیذاره، حداقل تجهیزات آسیب نبینن، اسپیکر دیگه سیستم شنوایی. و اینکه توی هر ترک باشه یا نباشه واقعا تو شرایط باید ببینی. و هدف ببینید، یه نکته‌ای که ما تو میکس، تو دوره میکس راجع به صحبت می‌کنیم، خب تو دوره میکس شما با همه پروسسورها، پردازشگرهای داینامیکی، پردازشگرهای فرکانسی، خدمتتون عرض کنم تایم بیسد افکت ها، و دیگه مثلا بریم سمت سچوریتورها، دیستورشن ها، تمام اینها خب صحبت میشه. شما یک دید کلی پیدا میکنید، ابزار رو میشناسید، و اینکه حالا توی این مرحله مثلا نیاز رو درک میکنید که الان مشکل یا مسئله که وجود داره با کمک مولتی بند کامپرسور درست میشه، اون موقع خب مولتی بند میاریم. یا یه زمانی هست میگیم تنها راهش اینه که مثلا ما اینو بیایم ناچ فیلتر قرار بدیم توش، یعنی شناخت تجهیزات و از اون طرف ارزیابی مشکل. شما مثلا تو میکس که وارد میشید 12 تا کاربرد داره کامپرسور، خیلی مثلا دیتیل ها رو میشه با کامپرسور کنترل کرد، چیزیه که مثلا توی بحث پروداکشن ما با کامپرسور چیکار میکنیم، ساید چین میسازیم، افکت درست میکنیم. یعنی یک نکته هم که خیلی مهمه، تمام این دستگاه‌ها، تمام این پردازشگرها هم برای صدا بردار وجود داره، صدا بردار استودیو، صدا بردار لایف، برای یه سری افکت‌ها رو دی جی ها دارن و مشترک بین پرودیوسر، دی جی، میکسمن و مسترمن.